حالا باید در باید تنکر نوع ورودی میدی، لاین های میدی باهاتون صحبت کنم اینجا، که از اینجا من چون کیبورد الان ندارم از کیبورد کامپیوترم به عنوان لاین میدی استفاده میکنم. حتما باید مطمئن باشید که این گزینه کامپیوتر میدی کیبورد فعال باشه که بتونه الان این ورودی ضبطی اینجا نشون بده. الان میبینید که من دارم روی کیبورد کلیک میکنم ولی اینجا صدای بالا پایین نمیشه چون که این گزینه آرم روشن نیستش، ولی از اینجا دیدیم که از اینپوت چنلمون وقتی من روی کیبورد زدم این بالا پایین میشه به این صورت. حالا که من گزینه آرم رو میزنم پلی بک میدی رو هم از اینجا دارم، اما چون که من توی این لاین هیچ VST به اصطلاح ننداختم هیچ صدایی در نمیاد، پس من اومنیسفیر رو از اینجا درگ میکنم. حالا شما میتونید VST هاتون رو مثل من فیوریت کنید که بیاد توی این قسمت فیوریت هاتون قرار بگیره، یا اینکه از قسمت پلاگینز ها میاید داخل VST و اشتاینبرگ و VST پلاگینز اومنیسفیر رو پیدا کنید و درگ کنید اینجا بندازید. امیدواریم می‌سیم که VST مون بالا بیاد و لود بشه روی رممون. بعد از اینکه VST مون اومد یک بار روش کلیک میکنم که محیط گرافیکیش رو کاملا نشون بده، و الان من با کلیک کردن روی کیبوردم، حالا چه کیبورد کامپیوترم چه کیبوردی که شما دارین، می‌بینیم که صدا داریم. من حالا یه صدای دیگه انتخاب میکنم از قسمت گیتارها، بار کلیک میکنم و الگانت پیکینگ رو مثلا انتخاب میکنم و ببینم که چه صدایی میده وقتی که این سبتش کامپلیت شد، یعنی که بارگذاری شده کاملا صدا. و به این شکل هم شما دقیقا با همون کاری که آدیو ضبط میکردین چون نشونگرتون رو اول ترک هر جایی که میخواین قرار میدین و با گزینه رکورد و وقتی که با اسپیس رکورد رو تمام کردید همون رو بزنید براتون پلی میکنه از اولش. و تمام قوانینی که روی ولوم و سولو کردن و پنینگی که در اینجاها تعریف کردیم روی آدیو ترک ها روی این هم صدق میکنه. و اگه من دوبار اگه من این پنل رو ببندم و دوبار روی میدی کلیپ هم کلیک کنم، میبینیم که همچین چیزی باز میشه برای ما. من یه ذره درگ میکنم که دیده بهتری به این داشته باشیم. میبینیم که یک سری اشکال مستطیل شکله که یه سریشون بلندترن یه سریشون کوتاهترن و یک سری رنگ های قرمز هم با یک کله آبی اینجا وجود داره. من اول از همه این گزینه هدفون رو میزنم. از الان هر بار روی هر نوتی که کلیک کنم صداشو میشنوم. و این دقیقا پیانو رول میدی هست، یعنی این که هر نوتی که اینجا هستش مثلا سی اکتاو سوم، دی اکتاو سوم و دوباره ای اکتاو سوم، اگه من در بازترش بودم و سیستم منطق ضبط کردن هر لاین میدی دقیقا به این شکلی که شما با کیبوردتون هر نوتی که میزنید داخل اینجا یک میدی نوتی با یک زمان بندی و میزان تونی که به صلاح توی موزیک یاد گرفتیم برای اون درست میکنه. و از اینجا هم میتونیم ویلوسیتیش رو تعیین کنیم که ویلوسیتی 127 آخر و ویلوسیتی 0 کمی کمش میشه. اگه کیبورد شما ویلوسیتی محور باشه موقع ضبط کردن همه شما ویلوسیتی 100 ضبط برای شما نمیشن، با اون مقدار ضربه که روی کیبورد میزنید این ویلوسیتی ها تعیین میشن و هر چقدر موقع ضبط کیبورد رو نگه دارید این به همون ترتیب براتون تنظیم میشه و ویلوسیتی ها رو هم بعدن بعد ادیت و حتی میزان کشیدگیشون یا جایگاهشون رو هم میتونید بعد از ضبط کردن بیاید عوض کنید. مثلا من ویلوسیتی رو کم میکنم، ویلوسیتی رو بیشتر میکنم، طولش رو بیشتر میکنم و پلی میکنم. یک سری گزینه های دیگه هم اینجا وجود داره، اینا رو حالا بعدم در بحث باهاتون صحبت میکنم توی کار جلوتر که میریم. و من اینو درگ میکنم بیاد پایین و آن سلکت میکنم که از حالت سلکت در بیاد که بتونم راحت دوباره همه چی رو ببینم. و در روی میدی کلیپ و نحوه رکورد کردن میدی و ادیت کردن اینا
شما با کار کردن باهاش و ضبط کردن توی کار خیلی چیزای بیشتری یاد میگیرید که تا اینکه من بخوام همش درباره صحبت کنم. با آزمون و خطا کردن که چجوری این میدی کلیپا نوشته میشن، ادیت میشن و همه چیزایی که باید بدونید خودتون کم کم یاد میگیرید. از اون طرف که تو کار همه من با اونا ور رفتم، اونجا نکات جدیدتری یاد میگیرید. حالا الان باید درباره این قسمت برنامه باهاتون صحبت کنم که به اصطلاح نویگیشن هر چیزی که اینجا میبینید، یعنی راه پیمایی یا راهبری هر